دختری که بهش میگن دنیا تموم شده، اما به این حقیقت خیلی شک داره. گلاسیا سلام، امروز میخوام با هم دیگه فیلم 10 کلاورفیلد لین یا خیابان 10 کلاورفیلد رو ببینیم. محصول سال 2016، یکی از فیلم‌های خیلی خوب سبک بقا. امیدوارم خوشتون بیاد، بریم با هم ببینیمش. حواستون به اسپور کامل و صحنه‌های خشنش هم باشه. ما شروع فیلم شخصیت اصلی فیلممون یعنی میشل رو میبینیم، دختری که با نامزدش دعوایی میکنه، حلقش رو میذاره رو میز و از خونه خارج میشه. شب در حال رانندگی و متوجه میشه که توی رادیو اعلام میکنن خیلی از قسمت های شهر رفیع برقشون رفته. این دست که متوجه ماشینی میشه که در حال تعقیبشه و یه رفیع تصادف میکنه. وقتی چشماشو باز میکنه توی یه پناهگاهی بسته شده و به دستش هم یه سرم وصله. لوازمش طرف دیگه ای اتاق افتادن که موفق میشه با پای سرم گوشیشو بکشونه سمتش، اما میفهمه که آنتنی نداره. لحظاتی بعد مرد میاد داخل، یه سینی غذا جلوش میذاره. میشل وحشت زده است و میگه تو رو خدا ولم کن بذار برم، اما مرد میگه که من نمیذارم به همین راحتی جون تو از دست بدی، میخوام ازت محافظت بکنم. برام یه کلیدی بهشون میده، میگه لباساتو بپوش. میشل هم این فرصت استفاده میکنه و عصایی که کنارشه رو برمیداره و سعی میکنه نوک اونو مثل چاقو تیز کنه، ولی هرچی سعی میکنه مرد نمیاد که بهش حمله بکنه. برای همینم لباس خودش رو آتیش میزنه، میره توی تهویه هوا که باعث میشه آژیر خطر بلند بشه و مرد میاد ببینه چه خبره و یه دفعه میشل بهش حمله میکنه، اما این مرد خودش دفاع میکنه و موفق میشه که میشل رو بیهوش کنه. وقتی چشمشو باز میکنه دوباره روی تختشه و دیگه بسنه هم نیست. مردم جلوش نشسته و خودشو هاوارد معرفی میکنه، میگه چند وقته پیش یه اتفاق عجیبی افتادش و یه رفعه همه چیز از بین رفت، انگاری فضایی ها بهمون حمله کردن و به هر حال زمین نابود شده، هر کسی بیرون از این پناهگاهه داره جونشو از دست میده. منم وقتی که این اتفاق افتاد بیرون بودم و دیدم که تصادف کردی، برای همین با خودم آوردم تا ازت مراقبت کنم. میشل میخواد فقط به خانواده‌اش یا پلیس زنگ بزنه و هاوارد هم میگه هر کسی بیرون اینجا باشه غیر ممکنه زنده بمونه، چون حواس سم میشده. به نظر منم فضایی ها حمله کردن و این محل اول حمله شونه. یه رفعه صدایی از بیرون این اتاق میاد و هاوارد میره که اونجا رو چک کنه و سر یه نفر داد میزنه. وقتی که برمیگردم به میشل میگه تو باید از من تشکر کنی که ازت مراقبت کردم، چون هیچ آسیبی نمیخوام بهت برسونم. روز بعدی میرسه و میشل با صدایی که طبقه بالا میاد بیدار میشه. در اتاقش باز و میره بیرون و با مردی به اسم امت روبرو میشه. امت هم یکی دیگه از کسایی هستش که هاوارد آورده تا ازش مراقبت بکنه. میشل بهش میگه که به نظرم هاوارد داره بهمون دروغ میگه و رفتارش عجیبه، اما امت میگه که نه، من بهش اعتماد دارم، بخاطر اینکه قبلا باهاش کار میکردم، وقتی این اتفاق افتاد تنها کسی بود که ازم محافظت کرد. هاوارد هم سر میرسه و میشل رو با خودش به قسمت اصلی پناهگاه میبره. همه چیز فراهمه، از کتاب و بازی و این چیزا بگیر تا میز غذاخوری و لوازم کامل آشپزخونه. قانون اصلی هم که هاوارد میذاره اینه که به هیچ وجه نباید توی اتاق من بیای. وقتی هم که میشل میخواد بره دستشویی میگه بعد بره توی حموم پرده رو بکشی که من توی دستشویی وایسم و راه فراری نداشته باشی، چون ممکنه که به هممون آسیب برسونی. موقعی گشتن پناهگاه هم میشل با یه عالمه مجله زنونه مواجه میشه. هاوارد هم توضیح میده که یه دختری به اسم مگان قبلا اینجا بود، ولی خب دیگه الان پیش ما نیست، چون یه اتفاقی براش افتاد. یه رفعه صدای ماشینی از بیرون پناهگاه میاد. میشل میگه من نگفتی آدمی زنده نمونده، و هاوارد هم میگه دیگه خسته شدم انقدر توضیح دادم، هیچ کسی روی سطح زمین زنده نیست. از قبل از این اتفاقا هم به همه میگفتم که باید پناهگاه بسازید تا خودتون محافظت کنید، اما همه مسخره میکردن. الانم دیگه نمیخوام چیو توضیح بدم. ولی میشل دم پنجره کوچیکی میبره تا بیرونو ببینه. بیرون از اینجا جنگل و همه چیز کاملا عادیه، ولی هرچی موجود زنده از جمله خوک و حیوانات دیگه هست روی زمین افتادن و به شکل وحشتناکی از بین رفتن. چیز دیگه که میشل متوجه میشه ماشین هاوارده. این همون ماشینی که شب تصادف حس میکرد داره تعقیبش میکنه. در آخر هم هاوارد میگه هیچ وقت نباید در پنجره ها رو باز کنیم تا گاز سمی داخل نیادش و کلیدش هم همیشه همراه خودمه. ساعتی گذشته و میبینیم که میشل و امت دارن با هم دیگه صحبت میکنن. امت توضیح میده که هاوارد قبلا تو ارتش کار میکرده، وقتی که بازنشست میشه این مزرعه رو میخره و زندگیشو شروع میکنه. منم استخدام کرده بود تا کمکش بکنم. منم میدیدم که چقدر داره تلاش میکنه تا این پناهگاهو برای خودش بسازه، ولی هیچکس باورش نمیکرد، حتی خود من. اما وقتی این اتفاق افتاد و دیدم که آدمو جان چجوری نابود میشن، سری خودمو به اینجا رسوندم و ازش خواهش کردم بهم کمک کنه. میشل میگه من شب تصادف ماشین هاوارد رو دیدم و مطمئنم این قضیه حمله فضایی و این چیزا علکیه. اما امت میگه وقتی این اتفاق افتاد من بیرون بودم، انفجارهای بزرگی رخ میداد، همه آدمو داشتن نابود میشدن و فقط شانس آوردم که به اینجا رسیدم. ساعت دیگه گذشته و وقت شام و همه دور میز میشینن، دارن با هم دیگه صحبت میکنن و امت نگاهش به بازی مونوپولی میفته و میگه بیایید بازی کنیم، اما خب هاوارد اصلا حوصله نداره. وسط همین حرفاشون هم یه لحظه میشل یه شوخی با هاوارد میکنه که اونم عصبانی میشه و میاد طرفش و میگه باید بهم احترام بذاری و سعی کنی که رفاقتی بینمون شکل بگیره. میشل هم تو همین فرصت کلید تمام این اتاق ها رو از جیبش میپیچونه. هاوارد هم به صندلیش برمیگره و در حالی
که نشسته متوجه میشه کلیدای سر جاشون نیستن. میخواد میشل رو روبرو کنه که صدای از طبقه بالا میاد. میشل تو همین فرصت بلند میشه، صندلیشو تو سر هاوارد میکوبه و با سرعت سمت در خروجی میره. در اول باز میکنه و میره اونور و بین دو تا در آخر مونده که میبینه ماشینی داره نزدیکشون میشه. هاوارد هم نمیتونه بیاد بیرون چون در قفل شده و لحظاتی بعد زنی از ماشین پیاده میشه. میاد دم در، شروع به کوبیدن به پنجره میکنه و تمام صورتش زخمی شده و انگاری سم به بدنش وارد شده. دیگه میشل فهمیده که همه چیز حقیقت رو. در همین حال هاوارد سرش داد میزنه که درو اصلا باز نکن. دیگه خیلی برای اون دیره و نمیتونیم نجاتش بدیم. میشل دیگه همه چی باور کرد و میبینه که به اتاق خودش برگشته. هاوارد صداش میکنه و میگه آره من یه دروغی بهت گفتم. اون اول خودم بودم که زلم به ماشینت اتفاقی رو تصادف کردی. خیلی عذاب وجدان داشتم، برای همین آوردم تا کمکت کنم، ولی همین تصادف جونتو نجات داد و توی حمله توی این پناهگاه بودی. بعدم ازش میخواد که کمکش کنه تا زخم رو پیشونیشو بخیه بزنه. بعد میشل هم این کارو براش انجام میده. رفاقت داره بینشون شکل میگیره و هاوارد لوازمی که تو ماشین میشل بوده رو براش میاره. یه دفتر رو میشل میگه که من همیشه دوست داشتم یه طراح لباس بشم و اینا طراحی من. هاوارد هم توضیح میده که دخترش مگان خیلی دوست داشته هنرمند بشه، ولی بعد طلاقی که از همسرش میگیره زنش کاری میکنه که مگان کلا زدش بشه و دیگه سمتش نمیاد و به یه شهر دیگه میره. چیز دیگه ای هم که میگه اینه که همه همسایه‌ها میدونستن من دارم پناهگاه میسازم و احتمالاً آدمهای زیادی به اینجا بیان، ولی نباید هیچ کدومشون رو راه بدیم. آخر شب میشل و امت دارن صحبت میکنن و از زندگی‌های قبل از این اتفاقاشون میگن. امت میگه که بورسیه یه دانشگاه رو قبول شده بوده، ولی انقدر میترسیده که نمیخواد زندگیش رو تغییر بده و نرفته سراغش. از اون طرف میشل هم میگه که از بچگی پدرش همیشه کتکش میزده، برای همین هم همیشه میترسه که با دیگران دعوا کنه و به خاطر حق خودش وایسه. حتی وقتی میخواد نامزدش جدا شه جرئت نشه رو در رو اینو بهش بگه. چند روزی میگذره و دیگه به زندگی کنار همدیگه عادت کردن، تا یه روز که یه لفه صدای وحشتناکی از طبقات بالا شنیده میشه. هاوارد میگه که قطعا ارتش آدمو همچین صدای از خودش در نمیاره و اگه فضایی حمله کرده باشن، مرحله اولش فقط اون بوده که یه سری نور دیدیم و آدما رو نابود کردن. مرحله دوم میخوان بیان تمام آدمهای بازمونده رو هم از بین ببرن و احتمالاً صدای وسیله های اوناست. همین لحظه است که سیستم تهویه هوای پناهگاه کار میفته. هاوارد به میشل میگه چون تو از همه کوچولوتری، بهتره که تو از داخل تهویه هوا بری اونور، دستگاه رو یه بار ریستارت کنی تا درست بشه. اونم قبول میکنه و همین کارو انجام میده. بعد تمام شدن کارش متوجه نردبونی به یه پنجره میشه. وقتی میره بالا میبینه یه نفر از اونور روی شیشه نوشته هلپ، یعنی کمکم بکنید. پایین نردبونم گوشواره ای افتاده. گوشواره ی دختر هاوارد یعنی مگان توی اون عکس دقیقاً همین بودش. وقتی برمیگرده یواشکی به امت میگه چه اتفاقی افتاد و چه چیزهایی دیده و میره سراغ همون کتابی که هاوارد از لایه اون عکس مگان رو درآورده بود. وقتی عکسو به امت نشون میده، امت میگه اینکه دختر هاوارد نیستش. این اسمش بریتنیه. همکلاسی خواهر من بود، چند سال پیش گم شده. هیچ کس نمیدونه چه اتفاقی براش افتاده. یه دفعه عکس دیگه از لایه کتاب میفته و توی اون هاوارد و بریتنی همدیگه رو بغل کردن و توی همین پناهگاهن. لباسی هم که بریتنی پوشیده دقیقاً همونیه که هاوارد میشل رو مجبور کرده بود تنش بکنه. حالا میشل دیگه مطمئنه اون بیرون هیچ اتفاقی نیفتاده و این مرد الکی کشون درش این تو و بهشون دروغ گفته تا بتونه هر بلایی میخواد سر میشل بیاره. همون کاری که با بریتنی کرده بوده. با امت تصمیم میگیرن یه سری لوازم آماده کنن تا بتونن با هاوارد بجنگن و از اینجا فرار کنن. میشل هم با هنر طراحی لباسش پارچه همومو میبره و سعی میکنه با استفاده از اون یه لباسی درست بکنه که اگه واقعا اون بیرون مواد سمی باشه وارد بدنش نشه. امت هم با استفاده از بطری چند تا ماسک شیمیایی درست میکنه. چند روز دیگه هم گذشته و میخوان با همدیگه بازی بکنن که متوجه میشیم هاوارد به رفتار این دو نفر شک کرده. روز بعدی صداشون میکنه و میگه بیا یه چیزی رو هم بهتون نشون بدم. بشکه‌ای رو میکشه بیرون، وقتی برش میداره توی اون یه نوع اسیده. یه دفعه عجیبش لوازمی که امت دزدیده بود و قایم کرده بود رو درمیاره و میندازه توی این بشکه. بعدم میگه میدونستم دارید پشت سرم نقشه میچینید. امت برای نجات میشل میگه که همه چی تقصیر منه. من میخواستم یه سلاحی درست کنم تا باهات بجنگم و اینجا در برم. اول هاوارد خیلی آروم قبول میکنه، ولی یه دفعه اسلحه‌شو میکشه و با یه شلیک جون امت رو میگیره که میشل هم وحشت زده میشه. هاوارد میشل رو در آغوش میگیره و میگه نگران نباش، من قول میدم ازت محافظت بکنم و اینجای زندگی خوب با هم دیگه درست میکنیم. میشل خیلی ترسیده و تو اولین فرصت شروع به تموم کردن لباسی میکنه که میخواسته بسازه. 70% کسایی که این فیلمو میبینن عضو کانال نیستن. اگه از اینجور سبک فیلما خوشتون میاد حتما توی کانال سابسکرایب بکنید. اما طولی نمیکشه و یه بار هاوارد میاد تو اتاقش و متوجه میشه که لباسو زیر تشکش قایم کرده. میشل میدوه تا فرار کنه و هاوارد موفق میشه اونو زمینگیر کنتش، اما میشل کم نمیاره. هاوارد هول میده عقب و بشکه اسیدو میریزه روش که به شدت آسیب میبینه. بعدم لباس خودشو برمی‌داره و میخواد طرف دیگه در بره که هنوز هاوارد زنده است و میاد جلوش. این بار میشل قفسه کتاب‌ها رو میندازه روش و طرف دیگه میخواد فرار کنه و متوجه میشه به خاطر بشکه اسیدی که ریخته تمام پناهگاه داره میسوزه و آتیش میگیره. برای همین دیگه خروج از در ممکن نیست. پس لباس خودش رو همراه یه بطری نیتروژن برمی‌داره و وارد دریچه تهویه
دعوا میشه. این در حالیه که هاوارد هم هنوز زنده است و بارها با چاقو به همون دریچه ضربه میزنه، اما هیچ کدومش به میشل برخورد نمیکنه. بالاخره به اون میرسه. سعید لباس ضد مواد شیمیاییش رو میپوشه، با استفاده از نیتروژن روی در بریشی ایجاد میکنه و از اون میره بیرون. با سرعت میدو به ماشین همون زنی میرسه که قبلتر به اینجا اومده بود، ولی وقتی میخواد بره داخل قسمتی از لباسش پاره میشه. سری با استفاده از چسب اونو میبنده و میترسه که مواد شیمیایی بهش آسیبی بزنن، و وقتی توی ماشین میشینه تازه متوجه میشه که سری پرنده دارن پرواز میکنن و این هوا سمی نیست. بالاخره ماسک خودش رو برمی‌داره و نفس راحتی میکشه. اما ماجرا اینجا تموم نمیشه. طرف دیگر رو که نگاه میکنه یه سفینه فضایی میبینه، سفینه که شبیه یه موجود زنده داره حرکت میکنه. این در حالیه که پناهگاه هاوارد هم منفجر میشه و صدای اون سفینه رو به طرف خودش میکشونه. هرچی سعی میکنه سویچ ماشین پیدا نمیشه. یه دفعه آژیر ماشین هم به صدا در میاد و حالا سفینه مستقیم طرف خودش داره حرکت میکنه. میشل طرف دیگه یه انباری میبینه و میره داخل اون که میبینه همون زنی که قبل تر دیده بودن به اینجا فرار کرده و جونش رو از دست داده. لباساشو میگرده و موفق میشه کلید ماشین رو پیدا بکنه. اما حالا یه موجود فضایی نزدیک این شده و داره تمام خونه رو بررسی میکنه. میشل از طرف دیگه خارج میشه و با سرعت میدوه که میبینیم سفینه هم داره طرفش میاد. یه دفعه گاز سمی رو خودش منتشر میکنه و میشل موفق میشه که ماسکی که امت درست کرده بود بذاره رو صورتش و یه بار دیگه جون سالم به در میبره. بعدم خودشو پرت میکنه توی ماشین و حالا موجود فضایی هم نزدیکشه و سعی میکنه درو بشکنه. اما انقدر ماشین قویه که نمیتونه این کارو انجام بده و میره عقب‌تر و حالا یه دفعه ماشین رو بلندش میکنه. میشل کاملا ناامیده و طرف دیگه چیزی میبینه که فکری به سرش میزنه. سری بطری مشروبی که اونجاست رو برمی‌داره، پارچه‌ای داخلش قرار میده و یه کوکتل مولوتوف درست میکنه. شیشه رو میده پایین، اونو پرت میکنه تو دهن موجود فضایی و همین انفجار باعث میشه که جونش رو از دست بده. میشل جون سالم به در برده و از ماشین نابود شده پیاده میشه، به ماشین همون زنی میره که کلیدشو برداشته بود و با استفاده از اون حرکت میکنه. رادیو رو روشن میکنه و توی اون متوجه میشه بازمانده های دیگه هم توی شهر هستن. گوینده یه سری راهنمایی میکنه که چطوری از دست موجودات فضایی در امان بمونن و بعدم میگه اگه زنده موندید و تخصصی توی چیزهای پزشکی دارید یا بلدید با این موجودات فضایی مقابله بکنید، خودتون رو حتما به شهر هیوستون برسونید، چون اونجا یه پناهگاه خیلی بزرگ ساختیم. میشل به تابلوی میرسه که شهر هیوستون رو نشون میده و به طرفش حرکت میکنه و همین لحظه رعد و برق میزنه که توی هوای سفینه فضایی خیلی بزرگتر رو میبینیم و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. صبر کنید، این فیلم یه چیز خیلی مهم داره که باید در موردش صحبت کنیم. این فیلم از نظر من یکی از جالب ترین ها و خاص ترین های سبک بقایه. یعنی ما فیلم هایی داشتیم که در مورد روانی هایی هست که آدم رو زندانی میکنه، از اون طرف هم فیلم هایی رو داشتیم که در مورد مقابله با موجودات فضایی هست. حالا اینجا من ترجمهشون رو ترکیب میکنه و ما یه روانی رو داریم که برای خودش پناهگاهی ساخته و از این قابلیت خودش میخواد وقت سوء استفاده بکنه، از جمله قایم کردن بریتنی اینجا یا کاری که الان میخواد با میشل انجام بده. ما متوجه شدیم که قبلا بریتنی اینجا داشته و معلومه چه کارهایی باهاش میکرده که بریتنی به زور خودش رو به اون اتاق رسونده و فقط روی سقف بشه که کسی کمکم بکنه. و خب در آخر هم نمیدونیم چه اتفاقی براش افتاده، اما چیزی که میدونیم اینه که میشل قرار نیست همچین سرنوشتی رو داشته باشه. داره همه سعیش رو میکنه تا زنده بمونه و برای این کار هم از هیچ چیزی باز نمیزنه، چه جنگیدن با یکی مثل هاوارد باشه، چه ساختن یه لباس برای جلوگیری از مواد شیمیایی. ترکیب این دو تا سبکی که باعث میشه ما دو تا پایان مختلف داشته باشیم. یعنی یه بار پایان داریم وقتی که میشل بالاخره کارش با هاوارد تموم میشه، یه بارم وقتی که تازه موجود فضایی رو میبینه و باهاش میجنگه و اونو نابودش میکنه. و این خب میگم یه چیز خیلی خاص رو ازش در آورده. دقت کرده باشی یه جا میشل گفتش که بزرگترین ترسش اینه که هیچ وقت نمیتونسته با پدرش روبرو بشه، نمیتونسته در مقابل اون بر خودش دفاع بکنه. و در واقع با هاوارد همین اتفاق براش میفته و این بار از ترس خودش میگذره. این بار تصمیم میگیره بجنگه و بگه که منم حق دارم، منم میخوام زنده بمونم و از اینجا فرار میکنم. فیلم میخواد در مورد همین ترس ها و حسرت ها صحبت بکنه. حسرتی که میشل داشت که چرا از بچگیش نمیتونست با پدرش بجنگه و اینکه بالاخره باید از اینها بگذره تا بتونه ادامه بده. همین اتفاق برای امت هم میفته. امت هم یه آدم ترسو بود که وقتی بورسیه قبول شده بوده نمیتونست این کارو انجام بده، ولی یه جا این ترسش کنار میذاره. لحظه‌ای که میبینه حس میکنه که میتونه از میشل مراقبت بکنه، میتونه اونو نجاتش بده اگر که همه چیزو خودش گردن بگیره. این کارو انجام میده و در آخر هم جونش رو از دست میده، ولی همونطوری که خودش دوست داشت به عنوان یه آدم نترس نابود میشه. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. روزتون هم گلسی.